آیه چهارم اینه، نگاه کنید این آیه رو دیگه چی کار کنه؟ و تر الجبال تحسبها جامدتا و هی تمر رو مر السحاب، کوها را بنگری و جامد تصور کنید، یعنی بی حرکت تصور کنید، جامد یعنی بی حرکت، اینجا در صورتی که مانند ابر در حرکت هستند. پس اینجا خداوند کوه رو میگه حرکت داره مثل حرکت ابر. خب اینو ما چیکارش کنیم؟ ملحد چی میگه؟ ملحد اینجا دیگه خیلی حالش به هم میخوره. ببینید چی میگه؟ چی میگه؟ میگه حرکتی که کوه ها، آیه 88 سوره نمل از آن حرف میزنه، حرکتی از بسیار آهسته، آنقدر که آهسته که به حرکت تشبیه به حرکت ابرها تشبیه شده است. حرکت ابر اینقدر آهسته است که انسان باید چند لحظه دقت کنه تا حرکتش را ببیند. حالا باید بپرسیم چگونه از آیه 25 سوره مرسلات به آیه 88 سوره نمل یکی میدانید و مدعی هستید که هر دو آیه حرکت زمین به دور خورشید را اثبات و معجزه میکند. ببین میگه که اینجا دیگه هیچ بهانه دیگه پیدا نکرده، گفته که شما میگه که زمین با سرعت مثل پرنده حرکت میکنه، چرا اینجا خداوند گفته کوه رو میبینی که حرکت نداره ولی مثل ابر حرکت میکنه؟ ابر هم حرکت سریع داره، تو ندیدی حرکت باد که ابر حرکت میده دیوانه بار حرکت به سرعت حرکت میکنه؟ ولی خدا دیگه با چی تشبیه میکرد برای مردم اون زمان؟ به چی تشبیه میکرد اون زمان؟ مردم حرکت پرنده رو دیده بوده که تشبیه کرده، حرکت ابر رو دیده بوده که تشبیه کرده، به سرعت نور تشبیه میکرد، مردم سرعت نور میفهمید چی؟ به سرعت صوت تشبیه میکرد، مردم سرعت صوت میفهمید چی؟ نمیفهمید چی؟ و برای ما امروز همون یک معنی داره، معنی اینه که زمین حرکت داره، کوه حرکت داره و این نمیخواد قبول کنه. اما جالبه که اومده اینو درست کرده. اینجا این نکتهش جالبه، یک لحظه اجازه بدید من اینو پیدا کنم. اول یک لحظه بس طولانی صحبت میکنم. میگه آقا اصلا مسئله این بیارید، میگه مسئله این، میگه آیای قبلشو ببین، مسئله میگه مال روز قیامته. نگاه کن و یاد کن از روزی که در سور شیپور اسرافیل دمیده شود، هر که در آسمان و در زمین است همه هراسان شوند جز آن کس که خدا بخواهد، همگی خار و ذلیل به صحرای محشر وارد شوند. و آن روز کوها را ببینی، در حال که خدا اینجا نگفته و آن روز نگفته و یوم اذن نگفته. ببین اینجا یک از خودش یک معنی درست کرده، این آن روز خدا نگفته، گفته و آن روز. این چی کرده تا ببره به قیامت؟ کوها را بنگری و جامد تصور کنی، میترسه بنویسه بی حرکت، تصور کنی در حالی که مانند ابر در حرکت درآیند. صنع خداست که هر چیز را با کمک اتقان در می آورد، همان وی از هر چیه که می کنید آگاه است. کسانی که با کارهای نیکو وارد محشر شوند در آن روز خیر ببینند. میخواد بگه یعنی آقا این آیه در مورد روز قیامتی که کوه حرکت میکنن، ولی حتی همین ترجمه غلطش هم به ما و شما یه چیزی نشون میده. بگه آن روز کوه ها را بنگری به جامد تصور کنی در حالی که مانند ابر به حرکت درآیند. هم چیزی نیست، اینجوری معنی نداره. اگر من حرکت میکنه دیگه چرا باید تصورش کنم که جامد است؟ این کلمه تحسبها، بذارید تو کلمه براتون توضیح بدم ببینید چه معجزه اینا میخوان رد کنن. اینا خوب توجه کنید، خلاصه میگم، میدونم که حرف زیاد شما رو خسته میکنه. ببینید اینجا خدا فرموده و تر الجبال، کوها رو میبینی گمان میکنی که جامد هستن، تحسبها جامده، گمان میکنی که حرکت هست، بی حرکت هستن. و هیه تمر رو من رساب، نه گمانت اشتباه است، اینا در حال حرکت هستن. اگه مال قیامت باشه که من که به چشم سر میبینم داره حرکت میکنه، من به چشم سر که میبینم کو داره حرکت میکنه، چرا باید گمان کنم که جامده؟ من مثال دیگه براتون میارم. اگر اینه میگفت درسته، و تر الجبال و هی، یعنی این کلمه رو من برداشتم، و تر الجبال و هیه تمر رو من رساب، به کوها رو میبینی و در حالی که مثل ابر در حال حرکت میشن، میتونستی بگی در مورد روز قیامته. ولی این کلمه تحسبها جامده این کار خراب میکنه، میگه کوها رو میبینی ای محمد، تو کوها رو گمان میکنی که اینا جامد هستن، بی حرکت هستن، در حالی که اینا دارن حرکت میکنن. پس این آیه رو من کلمه رو برداشتم تا بگم اگر اینطوری مینوشت ملحد میتونست چی کنه، اما تحسبها جامده مشکل میکنه کار ملحد. برای اینکه این مثال بفهمید این رو ببینید، این کلمه ترا در این جمله در آیه دیگه هم اومده.
و تر المجرمین یوم ایزن، مجرمین خب امروز همهشون پادشاه هستن، همهشون حاکم ها هستن، رئیس جمهور هستن، رئیس های فوج ارتش هستن. این مال روز قیامته، چون در مورد قیامت صحبت میکنه. و تر المجرمین یوم ایزن، امروز مجرمین میبینی مقرنین فی الاسواد، اینها در زنجیرها بسته شدن. یک آیه در قرآن است. حالا اگر که اینجوری آیه میومد، به فرض محال آیه اینجوری میومد، اون وقت ما میگفتیم که این مثل که اون آیه اومده. خوب نگاه کنید، اگر آیه اینجوری میومد و تر المجرمین و تحسبهم احرارا، تو مجرمین میبینی فکر میکنی که اینا آزاد هستن، نه و هم مقرنین فی الاسواد، در حالی که اونها بسته شدن در زنجیرها. خب پس ما اینجا نتیجه میگیریم که آقا این زنجیرها نامرئی است. ما که داریم میبینیم که اینا آزاد هستن، ما که کورو میبینیم که حرکت نداره. چرا خدا به میگه تو کورو میبینی حرکت نداره در حالی که حرکت داره؟ آیا از این آیه واضح تر شما میخواید در مورد حرکت زمین؟ از این آیه واضح تر میگه کورو میبینی که حرکت نداره؟ نه، میگه مال روز قیامت است. روز قیامت که من میبینم کوه حرکت داره، روز قیامت من میبینم که دریاها آتش گرفته. مثلا دیگه نمیشه بگه که تو کوه دریا رو میبینی که گمان میکنی که دریا آرومه. چرا گمان کنم وقتی من دارم میبینم که آتش جهنم میبینم؟ چرا من باید گمان کنم که این آتش جهنم نیست؟ پس روز قیامت اگر کوه حرکت میکنه، دیگه خدا نباید بگه که تسبه ها جامده. تو کوه رو میبینی، یعنی پیغمبر من داره میبینه که کوه حرکت میکنه، باز میگه که گمان میکنم که اینا جامد هستن. نمیشه که. پس معنی مال دنیاست. اما حالا چرا آورده در کنار روز آیات روز قیامت؟ برای اینکه مردم اون دوره نمیتونستن بفهمن، لذا این از اعجاز بلاغی قرآنه که میگه مثل کتاب قرآن نیست. مردم اون دوره دیگه سرسری ازش رد شده. امروز که ما فهمیدیم زمین حرکت داره، فهمیدیم که نه، این آیه معنیشه.